واشنگتن، دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا. افشاگری جدید اتمی. پرده برداشتن از راز پارچین، پنهانکاری‌های اتمی رژیم آخوندی. افشای نصب مخفیانه مخازن انفجاری در تأسیسات نظامی پارچین. افشای مهره‌های کلیدی و ارگان‌های درگیر، تیم سازنده و رابطه آنها با عوامل خارجی. بیانیه تجمع پزشکان و آکادمیسیان‌ها برای دفاع از حقوق بشر. فراخوان 2034 پزشک و کادر درمانی بیمارستان‌های عراق به لغو فوری معاصره پزشکی لیبرتی. تأکید بر مسئولیت و تعهد قانونی آمریکا و سازمان ملل در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی و التزام آنها به لغو معاصره پزشکی و لوجستیکی. انتخابات آمریکا و تغییر سیاست در قبال رژیم. تلویزیون CNN: با افزایش شمار جمهوری‌خواهان در کنگره، عملکرد اوباما در مذاکرات اتمی به دقت زیر نظر خواهد بود. هشدار رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا: رژیم ایران باید از جاه طلبی‌های اتمی دست بکشد. اگر توافق هسته‌ای صورت نگیرد، ارتش آمریکا توانایی آن را دارد که پروژه اتمی رژیم ایران را برای سالها به تأخیر بیندازد. اعتراضات در کنگره به نامه‌نگاری اوباما با خامنه‌ای و هر گونه همکاری با رژیم آخوندی علیه داعش. سناتور مک‌کین و سناتور گراهام: وقتی ناله و فریاد مردم سوریه برای حمایت بیشتر آمریکا با گوش‌های کر مواجه می‌شود، این ظالمانه است که اوباما خواهان همکاری با رژیمی می‌شود که با مداخلاتش در عراق و سوریه مسبب ظهور داعش بوده است. جان بوینر، رئیس کنگره آمریکا: هرگز به رهبران رژیم ایران اعتماد نمی‌کنم. آنها نباید به هیچ وجه برای جنگ علیه داعش فرا خوانده شوند. سوز و گداز آخوند احمد خاتمی، مهره خامنه‌ای در نمایش جمعه تهران از بنبست رژیم در مذاکرات اتمی: این مذاکرات اگر هیچ فایده ای نداشت مگر اینکه ساده لوح‌ترین آدم ها در این کشور فهمیدن امریکا مطلقا قابل اعتماد نیست. بیانیه عفو بین الملل: نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران. رژیم ایران باید به جای کلمات خوشایند به اقدامات واقعی دست بزند. نامه زندانی سیاسی آیت الله کاظمینی بروجردی از زندان اوین: من مذهبی که قانون لا اکراه فی الدین را زیر پا بگذارد از داعش و طالبان بدتر و خبیث‌تر می‌دانم. در این اعتصاب قضای توحیدی کمر به شهادت بستم تا خونم را فدای آزادی اندیشه و استقلال فکر و رهایی هم میهنانم از آزار روحانیون خداستیز نمایم. تحولات سوریه و پیشروی‌های رزمندگان: تصرف چند پایگاه مهم رژیم اسد و قسمتی از شهر شیخ مسکین در استان درعا. هشدار سرتیب ظاهر ساکت، فرمانده شورای نظامی انقلابی حلب، نسبت به مداخلات رژیم آخوندی در سوریه. و نظام ولایی، پدرخوانده بنیادگرایی. مقاله‌ای به قلم دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب. پخش در پایان اخبار.
پرده برداشتن از راز پارچین. افشاگری جدید مقاومت ایران درباره پنهانکاری های اتمی رژیم آخوندی. دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، واشنگتن، 7 نوامبر 2014، 16 آبان 93. افشای نصب مخفیانه مخازن انفجاری در تأسیسات نظامی پارچین. افشای مهره های کلیدی و ارگان های درگیر، تیم سازنده و رابطه آنها با عوامل خارجی. And non-nuclear and republic in Iran, a democratic Iran. My colleague, Mr. Jafar Zadeh, will be joining me in this press conference today. روز جمعه 16 آبان 93 مقاومت ایران طی یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن از جزئیات جدیدی از پنهانکاری‌های هسته‌ای رژیم آخوندی در تأسیسات نظامی پارچین در راستای دسترسی به بمب اتمی پرده برداشت و نصب مخفیانه مخازن انفجاری در این تأسیسات را فاش کرد. It has been compiled based on dozens of reports obtained by various sources, including officials, experts, democrats, within a number of regime organizations, including the Atomic Energy Organization, the Organization for Innovation and Research, as well as international organizations such as the Energy Atomic Organization, the Defense Research Organization, SEPAND, و همچنین ارگان‌های نظامی مثل وزارت دفاع و یا همون سپاه پاسداران رژیم هم در این دست داشتن. اطلاعاتی که امروز فاش می‌کنیم فقط این واقعیت رو دوباره مورد تاکید قرار میده که رژیم آخوندی به طور مخفیانه و بدون وقفه ابعاد برنامه نظامی هسته‌ایش رو پیش میبره و قصد نداره، هیچ گونه قصدی نداره که این برنامه رو رها کنه. این گزارش توسط شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل کشور و مشخصاً با اتکا به ده ها گزارش از منابع مختلف شامل مقام ها، متخصصین و تکنوکرات ها در ارگان های حکومتی تدوین شده است. از جمله سازمان انرژی اتمی، سازمان پژوهش های نوین دفاعی، سپند و همچنین ارگان های نظامی از جمله وزارت دفاع و سپاه پاسداران. به خاطر حساسیت فوق‌العاده این موضوع برای رژیم، گردآوری جزئیات این گزارش از نخستین ماه‌های سال 2012 شروع شد و تا اواخر سپتامبر 2014 به طول انجامید. اینها اطلاعاتی هست که شبکه سازمان مجاهدین خلق در داخل کشور اونها رو به دست آورده در رابطه با تأسیسات پارچین. فکر میکنم که افشاگری های امروز در کنار سایر افشاگری هایی که در گذشته صورت گرفت یک تصویر جامع را ارائه میده در مورد اینکه چرا رژیم ایران مصممه که در پارچین فعالیت ها را ادامه بده و اینکه چرا اصلا اجازه دسترسی به اونجا رو نمیده. مقاومت ایران در این کنفرانس مطبوعاتی فاش ساخت دو مخزن انفجاری با مختصات خاص برای آزمایشات ویژه به منظور استفاده در آزمایش های ضربه انفجاری در پروژه تسلیحات هسته‌ای توسط شرکت آذرآب، از شرکت‌های قرارگاه ضد خاتم الانبیا، از ارگان‌های سپاه پاسداران تولید شدند. حساسیت پروژه به عنوان پروژه خاص با اطلاعات طبقه بندی شده به حدی بود که فقط دو نفر در این شرکت طرح کامل ساخت را داشتند. طراحی و نصب این مخزن تحت نظارت سعید برجی از افسران سپاه پاسداران، کارشناس انفجار، مسئول وقت سایت متفاز، از زیرمجموعه‌های سپند و از مهره های نزدیک به پاسدار محسن فخریزاده صورت گرفت. کامل ساخت این پروژه رو ازش اطلاع داشتند. آژانس نگرانی خودش رو اعلام کرده نسبت به یکی از این دو مخازن در پارچین. این مخازن اواخر سالهای 2000 تا 2001 توسط وزارت دفاع رژیم در پارچین نصب شده. ویچسلاو وی دانیلکو، متخصص اوکراینی که در آن زمان در ایران بود،
و با رژیم ایران در زمینه انفجار ضربه همکاری میکرد، در طراحی و نصب این مخزن با سعید برجی همکاری میکرد. سلاح هسته‌ای ما نفری که نظارت داره بر این طرح رو شناسایی کردیم، اسم اون سعید برجی است، یکی از افسران سپاه پاسداران هست، متخصص انفجارات هست، مسئول تأسیسات و نصب این مخزن هستش. خودش از نزدیکان محسن فخریزاده هست که همون رو میشناسن و سالها پیش ما اون رو افشا کردیم که چهره اصلی برنامه تسلیحاتی رژیم آخوندی محسن فخریزاده. سعید برجی هم از سرکردگان سپاه بوده از سالها قبل. بنا به افشاگری جدید مقاومت ایران درباره فعالیت‌های مخفی رژیم در تأسیسات نظامی پارچین، یکی از این دو مخزن در اواخر سالهای 2000 تا 2001 توسط وزارت دفاع رژیم در پارچین نصب شد. در سالهای بعد رژیم به دنبال جذب متخصصین ضربه و انفجار از روسیه سفید نیز بود و برای این کار شرکت‌های مشخصی از جمله شرکت سهامی خاص سپندا به مدیریت یک فرد اهل روسیه سفید نیز ثبت کرد. پروژه مخازن انفجاری که در پارچین نصب شد و مورد استفاده قرار گرفت، از ابتدا توسط ارگان مسئول ساخت تسلیحات اتمی به نام مرکز تحقیقات فیزیک در آن زمان که امروز نام آن سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سپند است شروع شد و رژیم برای این پروژه از نام‌های پوششی استفاده می‌کرد. سپاه تصمیم گرفت که facilities for the different agencies of the Iranian regime. دور بزنه تحریم ها رو، چون این شرکت همونطور که گفته شد در تحریم در لیست تحریم ها قرار گرفته بود به دلیل فعالیت هایی که میکرد در وارد کردن مواد دوگانه. اما خب چون این یک شرکت خصوصی هستش، اون رو اومدن یک شرکت خصوصی معرفی کردن در ژانویه 2012 و خریداران سهام اون هم به عنوان خصوصی همشون از سپاه پاسداران هستند. That not a whole lot has been known about the true nature of their activities is the Iranian Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation, also known as CITIC. یکی دیگه از ارگان‌هایی که می‌خوایم صحبت کنیم دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری هست. Interestingly, around the time that the ارگانی که درگیر دور زدن تحریم‌ها و کسب اطلاعات غیرقانونی در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح اتمی است، مسئولیتش در واقع همین بوده که بتونه به نوعی دور بزنه تحریم ها رو. در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن همچنین فاش شد که دفتر همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری رژیم که درگیر دور زدن تحریم ها و کسب اطلاعات غیرقانونی در زمینه سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح اتمی است، در جذب و به کارگیری متخصصین از روسیه سفید و اوکراین در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای وزارت دفاع فعال شدند. آنها مشخصاً در جذب دانیلکو متخصص اوکراینی و حل نیازهای او نقش مستقیم و فعال داشتند. سعید برجی افسر سپاه پاسداران از زمان ورود ویچسلاو وی دانیلکو به ایران تا زمانی که او کشور را ترک کرد در رابطه با این پروژه به صورت تنگاتنگ با او کار کرد. وی تجربیات دانیلکو در زمینه نان و الماس و انفجار ضربه و سایر بخش‌های بمب اتمی اخذ کرد. با صبح‌ها و گزارش‌های مشروح‌تر در این باره متعاقباً به آگاهی هموطنان خواهد رسید. اونا شخصاً مسائل دانیلکو رو در ایران حل و فصل کردن، از جمله ارائه ویزا و رفت و آمدش به ایران. مسئولیت حل و فصلش با اینها بود.
اسم دانیلنکو به صورت مستمر از سال 2011 به میان اومده. من میدونم این رو و میخواستیم ببینیم که دقیقا اون چی کار میکرده و مسئولیتش چی بوده. اون رابطه خیلی نزدیکی داشته با سعید برجی از زمانی که وارد ایران شد تا وقتی که خارج شد از کشور. من 1500 سكان مخيم ليبرتي المحميين. تجمع پزشکان و آکادمیسیان ها برای دفاع از حقوق بشر. فراخوان 2034 پزشک و کادر درمانی بیمارستان های عراق به لغو فوری محاصره پزشکی لیبرتی. آمریکا و سازمان ملل در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی مسئولیت و تعهد قانونی دارند و ملزم به لغو محاصره پزشکی و لوجستیکی کمپ لیبرتی هستند. ۲۰۳۴ پزشک و کادر درمانی بیمارستان‌های عراق محاصره پزشکی لیبرتی را جنایت علیه بشریت خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند. 571 پزشک و 1463 کادر درمانی بیمارستان‌های عراق طی بیانیه‌ای محاصره پزشکی و لوجستیکی علیه ساکنان کمپ لیبرتی را که تحت حفاظت قانون بین‌المللی قرار دارند محکوم و آن را از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت اعلام کردند و خواستار لغو فوری آن و دسترسی آزادانه ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی شدند. بیش از 5 سال از ساکنان لیبرتی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق از یک محاصره ظالمانه در تمامی زمینه‌ها رنج می‌برند و چه بقایت ضد انسانی این محاصره در زمینه خدمات درمانی است. این امر تا کنون منجر به مرگ تدریجی 21 تن از ساکنان شده است. آخرین مورد آن آقای تقی عباسیان بود که در تاریخ 18 سپتامبر 2014 به دلیل ممانعت از رسیدگی‌های ضروری درمانی توسط کمیته سرکوب درگذشت. علاوه بر آن هم اکنون نیز جان شمار دیگری از بیماران کمپ در معرض خطر جدی قرار دارد و اگر این محاصره به سرعت برداشته نشود، ضایعات جبران ناپذیر انسانی بیشتری در چشم انداز است. ساکنان لیبرتی پناهندگانی هستند که سالها قبل به طور قانونی در عراق مستقر شدند و در سال 2004 به عنوان افراد حفاظت شده تحت قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شدند. از سال 2011 نیز کمیساریای عالی پناهندگان ساکنان لیبرتی را افراد مورد نگرانی معرفی کرده است. بنابراین ممانعت از دسترسی ساکنان به خدمات درمانی در عراق نقض آشکار حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه است. کمیساریای عالی پناهندگان طی 11 بیانیه به تناوب تأکید کرده است که ساکنان لیبرتی باید از آزادی تردد و از دسترسی به رسیدگی‌های ضروری پزشکی برخوردار باشند. امضا کنندگان این بیانیه با مخاطب قرار دادن آمریکا و سازمان ملل که در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی مسئولیت و تعهد قانونی و اخلاقی دارند، خواهان رسیدگی فوری به کلیه بیماران لیبرتی با اولویت دادن به بیماران صعب العلاج مانند مبتلایان به سرطان شدند. آنها خواستار تحقق فوری موارد زیر هستند. 1. دسترسی آزادانه ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی. 2. حق آزادی تردد ساکنان لیبرتی برای دسترسی به پزشکان و بیمارستان‌های عراق
به منظور حل و فصل مسائل درمانی. 3. انتقال وسایل و تجهیزات ضروری پزشکی ساکنان که تماماً با هزینه‌های خودشان تهیه شده از اشرف به لیبرتی. دانا اكثر من 1500 من الاطباء والكوادر الطبيه في المستشفيات العراقيه دانو فرض الحصار الطبي والتمويلي على سكان مخيم ليبرتي المشمول. تلویزیون تغییر گفت پزشکان و آکادمیسیان ها در بیمارستان های عراق اعمال محاصره پزشکی و قضایی ساکنان کمپ لیبرتی که مشمول حفاظت بین المللی هستند را محکوم کردند. پزشکان در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند این محاصره مصداق جنایت علیه بشریت است و خواستار لغو فوریان شدند. آنها همچنین خواستار دستیابی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از دولت آمریکا و سازمان ملل خواستند مسئولیت قانونی خود را برای رسیدگی فوری به همه بیماران در کمپ لیبرتی اجرا کنند. از تغییر گزارش داد سكان مخيم ليبرتي من جانبهم طالبوا بفك الحصار عنهم وتوفير الخدمات الطبيه اللازمه لهم. ساکنان لیبرتی خواستار برداشتن محاصره و فراهم کردن خدمات پزشکی لازم شدند. آنها نسبت به اینکه این کمبود خدمات پزشکی به وخیم شدن وضعیت بسیاری از ساکنان کمپ بیانجامد هشدار دادند. یک بیمار از ساکنان لیبرتی گفت باید بگذارند خدمات پزشکی به کمپ برسد چرا که جانهای بیماران در خطر است. یکی دیگر از ساکنان که مادرش سکته مغزی داشته گفت مادرم از 2 ماه پیش دچار بیماری مغزی شده و من بسیار نگرانم. تا به حال 21 نفر از ساکنان به دلیل کمبود خدمات پزشکی جان باختند. 21 عنصرا من المخيم لقوا حتفهم بسبب النقص في الخدمات الطبيه فيه. تلویزیون البابلیه. پزشکان و آکادمیسیان ها در بیمارستان های عراق خواستار پایان دادن به محاصره پزشکی و قضایی ساکنان کمپ لیبرتی شدند که طبق قوانین بین المللی اشخاص حفاظت شده هستند. آنها در یک بیانیه از دولت عراق خواستند که فوراً این محاصره را لغو کند. آنها عدم ارائه خدمات پزشکی به ساکنان کمپ لیبرتی از 5 سال پیش را محکوم کردند و گفتند که این محاصره باعث شده ده ها تن از ساکنان جانشان را از دست بدهند. طلب الحكومه بالغائه فورا كما طلبوا بحريه حصول سكان ليبرتي على الخدمات الطبيه منددين بمنع تقديم الخدمات الصحيه لسكان مخيم ليبرتي منذ 5 سنوات مما ادى الى وفاه العشرات منهم. روزنامه دستور چاپ اردن. پزشکان عراقی خواستار برداشتن محاصره پزشکی از لیبرتی شدند. 571 پزشک و 1463 کادر درمانی بیمارستان‌های عراق محاصره پزشکی و لوجستیکی علیه ساکنان کمپ لیبرتی را که طی قوانین بین‌المللی حفاظت شده هستند محکوم کردند. آنها این محاصره را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کردند. روزنامه از سیاست کویت در بیانیه صادر از سوی مجتمع پزشکان و آکادمیسیان ها آمده است ساکنان لیبرتی به طور قانونی در عراق اقامت داشته و در سال 2004 به عنوان افراد حفاظت شده تحت قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شدند. کمیساریای عالی پناهندگان آنها را افراد مورد نگرانی معرفی کرده و ممانعت از دسترسی آنها به خدمات درمانی نقض فاحش حقوق بشر است. روزنامه القبس کویت بیانیه پزشکان عراقی میگوید محاصره پزشکی کمپ لیبرتی جنایت علیه بشریت است. در این بیانیه امضا شده آمده است بیش از 5 سال است که ساکنان لیبرتی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق از یک محاصره ظالمانه در تمام زمینه‌ها رنج می‌برند. وجه بقایت ضد انسانی این محاصره در زمینه خدمات درمانی است. این امر تا کنون منجر به مرگ تدریجی 21 تن از ساکنان شده است. روزنامه الیوم السابع مصر. پزشکان عراقی از آمریکا می‌خواهند حفاظت و امنیت کمپ لیبرتی را تأمین کند.
شمار زیادی از پزشکان عراق از دولت آمریکا و ملل متحد خواستار تأمین امنیت و حفاظت و سلامت ساکنان قرارگاه لیبرتی اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق شدند. اصوات الحره عراق، بیانیه مطبوعاتی 2034 پزشک و کادر درمانی بیمارستان‌های عراق معاصره پزشکی لیبرتی را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار لغو فوری آن شد. بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. توجه شما را به ادامه اخبار این ساعت جلب میکنیم. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 15 آبان صادر کرد، خواهان بهبود وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران شد. عفو بین الملل تأکید کرد از جامعه بین المللی قدردانی میکند که در کمک به افشای نقض حقوق بشر در ایران شرکت میکنند و با خونسا کردن لفاظی های رژیم ایران به فشار خود بر مقامات رژیم ایران به عنوان مسئولین شکست حقوق بشر در ایران ادامه میدهند. عفو بین‌الملل با اشاره به اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد و سخنرانی‌های نمایندگان کشورهای مختلف درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت: مقام‌های رژیم ایران که در این اجلاس شرکت کردند، تصویری تحریف شده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند که هیچ مشابهتی با واقعیت‌های صحنه نداشت. مقام‌های رژیم ایران به جای کلمات خوشایند، باید گام‌های قاطع برای بهبود پرونده وحشتناک حقوق بشر بردارند. زندانیان سیاسی بند 350 اوین که به زندان گوهردشت منتقل شدند، تحت فشار شدید دشقیمان خامنه‌ای قرار دارند. گزارش‌های رسیده حاکی‌ست اغلب این زندانیان به بندهای زندانیان عادی زندان گوهردشت منتقل شده و به دلیل کمبود امکانات به بیماری‌های مختلف دچار شدند. با وجود اینکه خانواده‌های زندانیان سیاسی برای آنان لباس‌های گرم و حتی پتو تهیه کردند، اما دشقیمان از دادن این وسایل به زندانیان خودداری می‌کنند. در یک خبر دیگر از این زندان، دشقیمان خامنه‌ای زندانی سیاسی علی سلانپور که از دو هفته پیش از زندان گوهردشت کرج جهت مداوا به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده بود، بدون درمان به زندان بازگرداندند. همچنین در سنندج خانواده‌های 17 تن از بازداشت شدگان تظاهراتی که یک هفته قبل برگزار شده بود در مقابل دادگاه ارتجاء در این شهر تجمع کردند و خواستار آزادی فوری عزیزان خود شدند. زندانی سیاسی محکوم به اعدام آیت الله کاظمینی بروجردی طی نامه ای از زندان اوین نوشت: من مذهبی که قانون لا اکراه فی الدین را زیر پا بگذارد از داعش و طالبان بدتر و خبیث‌تر می‌دانم. این مذهب ولایت مطلقه فقیه رزق جامعه را به یمن و بحرین و لبنان و عراق و سوریه و فلسطین داده و استبداد فرعونی اجازه نفس کشیدن را به ایرانیان غارت شده نمی‌دهد. هموطنانم بدانند که در این اعتصاب غذای توحیدی کمر به شهادت بستم تا خونم را فدای آزادی اندیشه و استقلال فکر و رهایی هممیهنانم از آزار روحانیون خداستیز نمایم. نسرین ستوده وکیل دادگستری طی سخنانی در مراسم شام غریبان که توسط بستگان و دوستان زندانیان سیاسی برگزار شده بود گفت: به هیچ وجه هیچ سیستم قضایی نمیپذیرد که کسی مدت محکومیتی را طی کند و سپس در طول دوران بازداشت با اتهام جدیدی مواجه شود. این اتفاق در دهه 60 رخ داده است، اما ما الان در دهه 90 هستیم و هرگز اجازه نمیدهیم که حکومت بتواند چنین کاری را بدون هزینه انجام دهد. یکی از بدترین رفتارهای قضایی اینه. یکی از بدترین رفتارهای قضایی اینه که کسی که به اتهام سیاسی روانه زندان میشه
بعد از مدتی حبس ببرن و اتهام جدیدی تفهیم بکنن. این خلاف همه قواعد حقوقی تو همه سیستم های قضاییه. به هیچ وجه هیچ سیستم قضایی نمیپذیره که کسی مدت محکومیتی رو طی بکنه و سپس با اتهام جدیدی مواجه بشه. این اتفاق در دهه 60 افتاده، اما ما الان دهه 90 هستیم. به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو نمیدیم و هرگز اجازه نمیدیم که چنین کاری رو بدون هزینه یه حکومت بتونه بکنه. به رغم هشدارهای سرکردگان نیروی انتظامی، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در برخی از نقاط کشور به ابراز علنی مخالفت مردم با نظام ولایت فقیه تبدیل شد، به طوری که رژیم آخوندی در رسانه‌های رسمی مجبور شد برخی از آنها را منعکس کند. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، یکی از هیئت‌های دستساز رژیم در یزد با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به برگزاری برخی از مراسم عزاداری در این استان هشدار داد اجازه وارد شدن کوچکترین خدشه‌ای به ولایت فقیه را نخواهیم داد. متاسفانه در این ایام شاهدیم در شهرستان مهریز عده‌ای اندک از بقایای فتنه‌گران هنوز در تاریکی به سر می‌برند. ما با قاطعیت هرچه تمام‌تر اعلام می‌کنیم با تمام توان جلوی عوامل فتنه‌گر را خواهیم گرفت. در نوه خانی‌های هموطنان در این استان از جمله این شعار به گوش می‌رسید: چیستی ای ملکره فتنگری تا به کی؟ چیستی ای ملکره فتنگری تا به کی؟ این همه مفتی و شیخ، این همه قاضی شوره، این همه قاضی شوره. چند برادر کشی، لذت کافر کشی، بغض قلم را شکست، آتش باور کشی. کیست که عبرت برد زین همه تکرارها؟ این چه مسلمانی است؟ وای به دیندارها، وای به دیندارها. باز به نام خدا هر جا صحنه آزادگی در خون شناور می شود. هر جا باورم کن، باورم کن، باورم کن، عشق باور می شود. هر جا دور دور دین فروشان است ای فرمان بران زور، دور دور دین فروشان است ای فرمان بران ظلم، دور ظلم ظالمان روزی آخر می شود. هر جا دور ظلم ظالمان روزی آخر می شود. هر جا من حسینم، من حسینم، به سوی راستی آزاد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. فیلیپ کراولی، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا، درباره تأثیر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به تلویزیون CNN گفت: من قطعاً فکر می‌کنم فضای کنگره و به خصوص سنا با رو آمدن جمهوری‌خواهان تغییر خواهد کرد. فکر می‌کنم باراک اوباما به سادگی نتواند موافقت 60 سناتور را در مورد اینکه با رژیم ایران چه کار کنیم به دست آورد. این امر به یک سری محاسبات بسا دشوارتر تبدیل خواهد شد. جورج ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد سیاست کاخ سفید علیه رژیم ایران هیچ تغییری نکرده و هیچ همکاری در زمینه مقابله با داعش نخواهد داشت. و این اظهار نظر را در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نامه اوباما به خامنه‌ای بیان کرد. او گفت: من می توانم به شما بگویم که سیاست کاخ سفید در مورد رژیم ایران
همچنان دست نخورده باقی مانده است. آمریکا با رژیم ایران نه همکاری نظامی و نه اطلاعاتی علیه داعش نخواهد داشت. روز پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد باراک اوباما حدود یک ماه پیش به خامنه ای یک نامه خصوصی نوشته که در آن به منافع مشترک دو طرف در مقابله با داعش اشاره کرده است. در این زمینه جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک بریفینگ جداگانه درباره نامه سری اوباما به خامنه ای درخواست کرده است. او گفت او هرگز به رهبران جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند و آنها نبایستی به هیچ وجه برای جنگ علیه داعش فراخوانده شوند. او همچنین درباره مذاکرات اتمی با رژیم ایران نیز تاکید کرد که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. سناتور جان مکین و سناتور لینزی گراهام طی بیانیه‌ای در ارتباط با نامه مخفیانه اوباما به خامنه‌ای این اقدام را محکوم کردند. در بیانیه اعضای برجسته سنای آمریکا آمده است این ظالمانه است، در حالی که ناله و فریادهای نیروهای مدره سوریه برای حمایت بیشتر آمریکا با گوشهای کر مواجه می شود، رئیس جمهور اوباما خامنه ای را ترغیب به نبرد علیه داعش می کند. این همان رژیمی است که مسبب ظهور داعش با حمایت از یک برنامه خشونت‌آمیز در سراسر خاورمیانه و حمایت از شبه نظامیان و سیاستمداران عراق است و آنچه که در توان دارد برای حمایت از ماشین کشتار بشار اسد و اعزام هزاران نیروی حزب الله از لبنان به سوریه به کار می‌گیرد. دولت باید بفهمد که رژیم ایران بیشتر برای تضعیف آمریکا اهمیت می‌دهد و فشار می‌آورد که ما از خاورمیانه خارج شویم و سپس با ما همکاری کند. در بیانیه دو سناتور برجسته آمریکا آمده است تا زمانی که ما این واقعیت را درک کنیم و یک استراتژی منطقه‌ای در پیش بگیریم تا علیه نفوذ مضر رژیم ایران در منطقه مقابله کنیم، ما با نزدیکترین دوستانمان در منطقه و همکارانمان ادامه می‌دهیم. با این شیوه و معامله غلط سوریه را نابود می‌کنیم. کسانی که بهترین شانس را برای زندگی در آزادی و رهایی از رژیم وحشی اسد دارند. تلویزیون CNN گفت باراک اوباما تمایل زیادی دارد که با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی‌اش به توافقی دست یابد. اما اکنون با افزایش شمار جمهوری‌خواهان در کنگره، عملکرد رئیس جمهور به دقت زیر نظر خواهد بود، زیرا آنها نسبت به مذاکرات اتمی بسیار مشکوک هستند و به گمان آنها باراک اوباما برای رسیدن به چنین توافقی ممکن است بیش از حد امتیاز بدهد. رویتر در گزارشی از پیامدهای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نوشت جمهوری‌خواهان نگرانند که برای دستیابی به یک توافق اتمی دولت باراک اوباما تحریم‌هایی که موجب شد رژیم ایران را به پای میز مذاکره بکشاند خیلی زود برهم بزند، زیرا طبق قانون اوباما می‌تواند برخی از این تحریم‌ها را معلق کند، اما برای این کار نیازمند تصویب قوانین جدید در کنگره است. اگر اوباما به دنبال دور زدن کنگره باشد، جمهوری‌خواهان حتماً با تصویب قوانین جدیدی با او به مقابله به مثل خواهند کرد. رویتر افزود مسئله مبارزه با داعش نیز موجب استکاک بین دولت اوباما و کنگره جمهوری‌خواه خواهد بود، زیرا عمده جمهوری‌خواهان نحوه مبارزه دولت اوباما با داعش را قبول ندارند و آن را محکوم به شکست می‌دانند. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا طی سخنانی در جلسه مؤسسه کارنگی گفت اگر توافق هسته‌ای با رژیم ایران صورت نگیرد، توانایی آن را داریم پروژه اتمی این رژیم را برای سالها به تأخیر بیاندازیم. البته وارد جزئیات آن در اینجا نمی‌شوم. وی گفت گرچه ارتش آمریکا به مقوله اتمی رژیم ایران در صورتی که خواسته شود واکنش نشان خواهد داد، اما راه حل دیپلماتیک گزینه‌ای مرجح باقی می‌ماند. جنرال دمسی تأکید کرد طبعاً بدون وارد شدن در موضوعات طبقه بندی شده، ما قطعاً ظرفیت این را داریم که اگر خواسته شود از آن استفاده کنیم. وزارت دفاع آمریکا در گزارش جدیدی در رابطه با برآورد وضعیت در افغانستان، رژیم ایران را به بی‌ثبات کردن امنیت افغانستان متهم کرد. در این گزارش،
سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران به دادن کمک‌های کشنده به جنبش طالبان متهم شده و تأکید شده است که هدف آنها بیرون راندن نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان است. بر اساس این گزارش رژیم ایران حدود 2 میلیارد دلار در افغانستان برای به دست آوردن هوادار به سود خودش در میان مردم افغانستان خرج کرده است. بخش افغانی رادیوی اروپای آزاد در این رابطه گفت رحمت الله نبیل رئیس اطلاعات افغانستان از نقش اطلاعات سپاه پاسداران رژیم ایران و اطلاعات پاکستان در درگیری‌های خونین در هلمند افغانستان پرده برداشت. آخوند احمد خاتمی در خطبه‌ی نمایش جمعه تهران نسبت به حرف‌های روز پنجشنبه باراک اوباما که گفته بود تحریم‌ها رژیم ایران را به پای میز مذاکره آورده آفغان کرد. آخوند خاتمی به عربستان شدیداً حمله کرد و ادعا کرد که حمله صورت گرفته به شیعیان عربستان توسط دولت این کشور صورت گرفته است. اوباما دیروز گفته که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشاند. این تحلیلتون غلطه، به دلیل آنکه تحریم ها ما را پای میز مذاکره ننشاند. اگر درست میخواهید بفهمید، اتمام حجت ما را پای میز مذاکره نشون. عده‌ای همش اینجا اونجا مینشستن میگفتن شما دشمن تراشی میکنید. بسیار خوب، اینم دشمن تراشی نکردن. این مذاکرات اگر هیچ فایده ای نداشت مگر این که ساده لوح‌ترین آدم ها در این کشور فهمیدن امریکا مطلقا قابل اعتماد نیست، به نظر ما بهره خودمون را برده ایم. نیز گفته است که ما تحریم ها را از ایران بر نمی داریم تا ایران مشروعیت لازم در جامعه بین الملل پیدا کنه. اولا که شما جامعه بین المللید، شما جامعه بین المللی دروغ میگید. یکی از مسئولین امریکایی گفته که حتی اگر مسئله هسته‌ای هم با ایران حل بشه، در عرصه‌های دیگر ما چالش با ایران داریم. ما هم حرف ما اینه، حتی اگر مسئله هسته‌ای ما با شما هم حل شد، نفرت از استکبار از جان این مردم نمیره و فریاد مرگ بر آمریکای مردم ما بلنده. با خبرهایی از عراق و منطقه اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. به گزارش تلویزیون العراقیه، مایکل فالن وزیر دفاع انگلستان در دیدار با نخست وزیر عراق تاکید کرد که دولت وی اعزام مربیان بیشتر برای کمک به نیروهای عراقی که در جنگ علیه تروریست‌های داعش شرکت می‌کنند را تصویب کرده است و تلاش‌هایش را برای آموزش افزایش خواهد داد. محمود عثمان، عضو رهبری ائتلاف کردستان عراق، به افزایش دخالت‌های رژیم ایران در عراق هشدار داد و گفت رژیم ایران بدون هیچ محدودیت و مانعی در عراق جست و خیز می‌کند. به گزارش تلویزیون التغییر وی همچنین گفت رژیم ایران کماکان بر ارگان‌های نظامی عراق نفوذ دارد. تلویزیون الحره گزارش داد در سومین روز سمینار خاورمیانه برای گفتگو و آشتی با شرکت نمایندگان 10 کشور و رهبران سیاسی و اندیشمندان در اربیل، فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق تاکید کرد همه ما باید در مقابل این افکار بنیادگرا بایستیم، لذا ما راهی نداریم الا اینکه از خودمان شروع کنیم، و برای اینکه از خودمان شروع کنیم ابتدا باید آشتی کنیم. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق نیز گفت که بنای کشور نیازمند این است که مرز سرخ در اجرای آشتی گذاشته نشود. همچنین اسامه نجیفی معاون رئیس جمهور عراق در سمینار خاورمیانه برای گفتگو و آشتی گفتیم که این کشور برای همه است و همه ترکیب‌ها باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها در بغداد شرکت داشته باشند و به استان‌ها و ایالت‌ها اختیارات داده شود و نمی‌توان از روی حقوق هیچ عراقی پرید، زیرا این یک حق قانونی است.
خبری از تحولات سوریه اخبار را ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره، رزمندگان سوری در استان درعا دست به پیشروی زدند و قسمتی از شهر شیخ مسکین را به کنترل خود درآوردند. انقلابیون سوری در این عملیات مرکز امنیت نظامی رژیم اسد و چند پایگاه مهم دیگر را تصرف کردند. گزارشگر الجزیره در شهر شیخ مسکین گفت درگیری‌های شدیدی هم اکنون در جریان است و رزمندگان سوری با به کنترل درآوردن یکی از میدان‌های این شهر راه کمک رسانی نظامیان اسد به شهر نوار را قطع کردند و مجموعه ساختمانی افسران اسد را به محاصره خود درآوردند. لازم به ذکر است گزارشگر الجزیره نیز در حال تهیه گزارش در این شهر توسط نظامیان اسد هدف قرار گرفت و مجروح شد. سرتیب ظاهر ساکت، فرمانده شورای نظامی انقلابی حلب، به رژیم دیکتاتور سوریه نسبت به ادامه دخالت‌های رژیم ایران در این کشور و نقش آن در کشتار مردم سوریه هشدار داد. حضور یا بشار الاسد، یا بشار العمیل لملالی طهران، ماذا فعلت بعلاقتنا فيما بالنصر؟ والله سنعيد تاريخنا وسنعيد امجاد امتنا وسنعيد حضارتنا رغم انفك رغم ملالي طهران. الله اكبر. انظر يا بشار ماذا فعلت، وها هنا نحن، وها هنا نحن في قلب حلب المدينة صامدون، وحلبا لن تركع ولن تطوق، بإذن الله منتصرون وسنسحقكم يا أرزال. آخرین خبر این ساعت. واضح‌ترین تصویر از نحوه قرار گرفتن سیارات در اطراف یک ستاره در حال تولد توسط تلسکوپ رادیویی آلما گرفته شد. این تصویر در فضای گسترده از غبار و گاز است که حلقه‌های تیره در آن به وضوح دیده می‌شوند. تاکنون به دلیل شکل‌گیری سیارات در میان فضای غبارآلود، مشاهده نورهای مرئی غیر ممکن بوده است. تلسکوپ آلما موفق شد تصویری تاثیرگذار از شکل‌گیری سیارات ثبت کند. آلما نام یک پروژه مهم ستاره شناسی رادیویی است که در سال 1391 در مناطق بیابانی آتاکاما در شیلی راه اندازی شد. دانشمندان آلما تصاویری با جزئیات از ستاره‌ها و سیارات در حال تولد در گاز ابرهای نزدیک منظومه شمسی تهیه می‌کنند. بینندگان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان رسید. ضمن خداحافظی، توجه شما را به مقاله نظام ولایی پدرخوانده بنیادگرایی به قلم دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلب می‌کنیم. دکتر محمد ملکی که خود در سالهای دهه 60 توسط دیکتاتوری آخوندی دستگیر شد و چند سال تحت شکنجه در اسارت رژیم غاصب حاکم قرار داشت، در این مقاله به نقل شواهدی از کتاب چشم در چشم هیولا، خاطرات زندان مجاهد خلق هنگامه حاج حسن، از سالهای دهه 60 در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌های خمینی پرداخت است. به بخشایی از این مقاله توجه فرمایید. نظام ولایی پدرخوانده بنیادگرایی، دکتر محمد ملکی. این روزها در سراسر جهان سخن از داعش، خلافت اسلامی است و جنایت‌هایش. شنیدن و خواندن آدمکشی‌ها و دیگر تجاوزهای این آدمکشان به کسوت مسلمان درآمده، من را به 30 سال قبل، دهه 60 برد تا آنچه در اوین و قزلحصار و دیگر زندان‌های ایران در ولایت آقایان خمینی و خامنه‌ای شاهد آن بودیم را به طور فشرده برایتان بنویسم. تاریخ بنیادگرایان فعلی مانند داعش را بهتر بشناسید.
هیچ انسانی که بویی از شرف و انسانیت و آزادگی برده باشد نمیتواند بر اعمال آنها که نام داعش بر خود نهاده اند صحه بگذارد و از این اعمال متنفر نباشد. اما من با آوردن چند نمونه که به دست و دستور نظام ولایی در طی 30 سال در کشور عزیزمان به امر ابوبکر بغدادی های ایرانی صورت گرفته اشاره خواهم کرد تا قطره ای از دریای جنایت را برای هموطنان عزیزم افشا نمایم، تا ماهیت آنها که امروز قیافه ضد بنیادگرایی و ضد داعشی بر خود گرفته اند بهتر و بیشتر آشکار گردد. اجازه می خواهم بخش هایی از خاطرات یک زن ایرانی که دورانی را در زندان قزلحصار گذرانده، از گور و قیامت و قفس و واحد مسکونی که به دستور لاجوردی جلاد و حاج داوود جنایتکار عوامل آقای خمینی رئیس زندان قزلحصار گذشته برایتان نقل کنم، تا به عمق جنایات بنیادگرایان از هر شکل و شمایلی چه شیعه یا سنی پی ببرید. در کتاب خاطرات زندان هنگامه حاج حسن آمده است: از فروردین سال 62 تعدادی از زنان زندانی مقاوم از جمله شکر را برای تنبیه به گوهردشت بردند. آنها ممنوع الملاقات بودند و جایشان مشخص نبود و وقتی خانواده هایشان مراجعه می کردند آنها را سر می دوانیدند و خانواده ها در به در به دنبال بچه هایشان در جلوی زندان ها سرگردان بودند. بعدها مشخص شد که آنها را به شکنجهگاه های مخصوص که به واحد مسکونی معروف شد و در واقع هنوز کسی از وجود آنها اطلاع نداشت بردند. این واحدها در زندان قزلحصار بود و گویا قبلن واحدهای مورد استفاده پرسنل زندان یا محلهای کار متروکه بوده است. این خواهران حدود 1 سال در واحد مسکونی زیر دهشتناکترین شکنجه ها قرار گرفته و سپس به اوین منتقل شده بودند. آنها را پس از 1 سری بازجویی و شکنجه در بندهای انفرادی اوین دوباره به واحد 1 قزلحصار به محلهایی که بعدها قفس معروف شد منتقل کردند. تا آن موقع بند قیامت و قفسها و واحد مسکونی رو نشده بود و همه از آن خبر نداشتند. ما زندانیان قزلحصار نیز به طور عام از آن بی اطلاع بودیم. همینقدر می دانستیم که بندهای تنبیهی در واحد 1 به راه افتاده و تعدادی از برادران را نیز به آنجا بردند، ولی از کم و کیف آن بی اطلاع بودیم. آن روز طبق برنامه آب حمام گرم شده بود و ما طبق معمول آب گرم برداشتیم که چای حمام درست کنیم. ناگهان حدود 15 نفر را صدا زدند و بیرون بردند. فضا به شدت ملتهب بود. چند دقیقه بعد مرا هم صدا کردند. خوشحال شدم چون دلم نمیخواست که آن دوستان بروند و من بمانم. بچه ها با نگرانی نگاهم کردند و کمک میکردند که از لباسهایم چیزی کم نبرم چون هوا سرد بود. من هم هرچه داشتم پوشیدم چون دیگر برگشتی متصور نبود. ما را به صورت جداگانه نمیدانم چند ساعت همانجا رو به دیوار به حالت ایستاده نگه داشتند. بعد بالاخره حاجی آمد. من ژاکت کلوفتی به تن داشتم. بالای سرم که رسید گفت: این کیه؟ و سپس گفت: نگاه کن چه هیکلی داره، معلومه که بادیگارده. و با کابل سنگینی که در دستش بود محکم به سرم کوبید. سرم گیج رفت ولی سعی کردم نیفتم و ضعف نشان ندهم. داشتم فکر میکردم این چیز که دارم با آن کتک میخورم، اما ضربه های سنگین یکی بعد از دیگری فرود میامد و امکان تمرکز نمیداد. گیج شده بودم و سرم به شدت درد گرفته بود. فقط ناخودآگاه صورتم را میپوشانیدم که ضربات به صورتم نخورد، چون احساس میکردم به هر جایی صورتم که بخورد داغان میکند، که درست هم بود. وقتی نالم در آمد حاجی داوود جلاد دست کشید و گفت: ببریدش. مرا به سمت راست زیر 8 برده و در اتاق خالی قرار دادند. نمیدانم چه مدت بعد آمدند و مرا به سمت داخل راهرو و محل بندها بردند و در اوایل راهرو و در سمت چپ وارد سالن یا اتاقی کردند و به زنی که آنجا بود تحویل دادند. آن زن من را برد در جایی بین 2 تخته که به فاصله حدود 0.5 متر از هم به حالت عمودی قرار داده بودند نشاند.
هوا به شدت گرم و دم کرده بود و بوی حمام می آمد. چشمم کماکان با چشم بند بسته بود. دستی به سرم کشیدم، جای ضربات کاب به اندازه چند سانت بالا آمده و سرم راه راه شده بود، طوری که از روی روسری و چادر هم قابل لمس بود، ولی درد احساس نمی کردم، احتمالاً بی‌حس شده بود. برنامه این طور بود که از سپیده صبح ساعت بین 5 و 6 با اذان صبح باید بیدار می شدیم، 3 دقیقه دستشویی و وضو، 5 دقیقه نماز و بعد داخل قفس می نشستیم و همانجا صبحانه می خوردیم تا ظهر. باز 3 دقیقه دستشویی و سپس نماز و باز قفس و نهار. ساعت نمی دانم کی، 3 دقیقه دستشویی و وضو و بعد نماز و شام و باز می نشستیم تا ساعت 12 شب. بعد می توانستیم دراز بکشیم و بخوابیم، معمولا بین 4 تا 5 ساعت خواب و باز روز بعد، روزها و هفته ها و ماه ها همینطور پایان ناپذیر می آمدند و می رفتند و هیچ اتفاقی نمی افتاد و خبری از جایی نمی رسید. حتی موقع خوابیدن هم باید چشمان روی چشممان می بود. بدترین وضعیت این بود که به بیخوابی دچار بشوم. مدتی بود که هجوم سیراسای همان افکار و اینکه گویا دیگر هیچ چشمندازی برای پایان این وضعیت وجود ندارد نمی گذاشت بخوابم. حاجی هر روز برای چک دستگاهش می آمد و برای درهم شکستن ما لغز می خواند. حاجی هر روز بر اساس گزارش توابها با برنامه‌ای که خودش داشت تعدادی را انتخاب می کرد، بیرون می برد و کتک می زد و دستور می داد که توبه کنند. تعدادی را هم در قفس مورد آزار و شکنجه قرار می داد و گاهی بی خبر می آمد و یک مرتبه یک نفر را زیر مشت و لگد می گرفت. یک روز هم من سوژه حمله بودم. ناگهان احساس کردم که یک وزنه سنگین محکم به سرم خورد و انگار گردنم در سینه ام فرو رفت. گیج شدم، چشمم سیاهی رفت و بعد نعره حاج داوود را شنیدم که یک چیزهایی می گفت. با مشت سنگین و قولاسایش بی هوا به سرم کوبیده بود. بهار گذشت و بعد تابستان رسید. 7 ماه است که اینجا هستم. چند روزی بود که سر و کله حاجی پیدا نشده بود. یک روز صبح مرا صدا زدند و بیرون بردند. برخلاف تصورم گفتند ملاقات داری. بعد از 7 ماه پدر و مادر بیچاره‌ام آمدند. به اتاق ملاقات رفتم. پشت شیشه ایستاده بودند. یک پاسدار کنار آنها و یک پاسدار کنار من. پدرم با دیدن من دیگر طاقت نیاورد و شروع به گریه کرد. اما مادرم زن محکمی بود و خودش را کنترل کرد. گفتم گریه نکنید، من حالم خوب است و تنها نگرانیم همین ناراحتی شماست. دکتر محمد ملکی در ادامه می نویسد: هموطنان، عزیزان من، یک نمونه از جنایات و شکنجه هایی را که در نظام ولایی اتفاق افتاده برایتان آوردم. بعد از آن که در سال 63 با فشار و افشاگری های آیت الله منتظری بساط توابسازی حاجی داوود جمع شد و خودش نیز برکنار گردید، جای او یک نفر به نام مهندس میسم مسئول قزلحصار شد. او در اوایل کارش با زندانیان کمی ملایمت به کار می برد و با افراد مسن و شناخته شده ملاقات می کرد. روزی به او گفتم من در واحد 1 بند 3 زندانی هستم. در کنار این بند، یعنی بند 4، خانم‌ها زندانی هستند. گاهی از این بند صداهای عجیبی می‌شنوم. صدای گریه‌های بلند، صدای فریاد، صدای فحش و جیغ. آنجا چه خبر است؟ میسم گفت: من با مشکلات بسیار بزرگ و وحشتناکی روبرو هستم. مثلا در واحد 1 ما در حال حاضر 400 دختر و زن روانی داریم که نمی دانیم با آنها چه بکنیم. نمی شود آنها را آزاد کرد و نمی شود در اینجا نگاهداری نمود. به طور قطع غالب این خانم ها محصول کارهای حاجی داوود در درست کردن قیامت و گور و قفس و واحد مسکونی که برای تواب سازی درست کرده بود هستند. قزلحصار در آن سالها محل نگاهداری زندانیانی بود که پس از دستگیری و بازجویی و شکنجه های بی نظیر و دادگاهی شدن، در دادگاه های غیرقانونی بدون حضور وکیل و حق دفاع که غالباً چند دقیقه طول می کشید، به آنجا برای گذراندن دوران زندان فرستاده می شدند.
اتهامات این افراد آنچنان نبود که اعدامی باشند. آنها به حکم ابد یا چند و چندین سال زندان محکوم شده بودند. بسیاری از دستگیر شدگان در اوین و دیگر زندانها زیر شکنجه یا می مردند یا اعدام می شدند. ده ها هزار نفر در دهه 60 به خصوص سال 67 در زندان اوین اعدام شدند. زندانیان قزلحصار کسانی بودند که از اوین جان سالم به در برده بودند. رفتاری که نمونه ای از آنها در قزلحصار گفته شد با این چنین زندانیان بود. و همه این جنایات در 36 سال حاکمیت نظام ولایی ادامه داشته و دارد. در تمام این سالها نظام ولایی دست از این جنایات بر نداشته. کشتار و جنایات سال 78 در کوی دانشگاه تهران، کشتار ده ها نفر در اعتراضات مردمی سال 88 را به خاطر بیاورید. داستان زندان کهریزک و بلاهایی که بر سر دختران و پسران آوردند را از خاطر بگذرانید و فراموش نکنید که در کشتار 67 چندین هزار نفر اعدام شدند و به ادعای یکی از مسئولان آن زمان وزارت اطلاعات آقای رضا ملک تعداد کشته‌ها حتی از 30,000 در عرض یکی دو ماه در سراسر کشور گذشت. همه این اعمال ضد بشریت را به خاطر بیاورید تا به آبشخور داعش و دیگر بنیادگرایان پی ببرید. راستی عجب هزل نفرت انگیزی است که پدید آورندگان بنیادگرایان از جمله آمریکا و نظام ولایی با آن همه جنایات که مرتکب شده اند، حال که عفریت بنیادگرایی دامن خودشان را گرفته، صدایشان در آمده است که باید به کار آنها پایان داد. چرا آمریکا و اروپا در مقابل آن همه جنایات که در ایران و عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان روی داده و می‌دهد، یا سکوت کرده و یا به یک محکومیت لفظی اکتفا نمودند؟ چرا آن روزها که گروه بنیادگرای بوکو حرام حدود 270 دختر جوان و زن را در نیجریه با وحشی‌ترین شکل رو بودند، یک هواپیمای با سرنشین یا بدون سرنشین آمریکایی یا اروپایی برای نجات آن اسیرها اقدام چشمگیری انجام نداد و تنها به محکوم کردن لفظی این کار اکتفا کردند؟ چرا آن روزها که آمریکایی‌ها عراق را در سینی طلایی تقدیم ایران پدرخوانده بنیادگرایی کردند و دولت‌های ایران و عراق به کمک هم آن همه جنایت در دو کشور مرتکب شدند تا ایران با همدستی مالکی و دار و دسته‌اش به جان مردم عراق و ایرانیان پناه گرفته در عراق بیفتند فکر امروز نبودند. متاسفانه بنیادگرایان حاکم بر ایران با دخالت در عراق و سوریه و لبنان و یمن چهار کشور منطقه را درگیر آشوب و ناامنی و جنگ کرده اند. در حالی که ملت ایران و ملل منطقه در فقر و فساد می سوزند، ابوبکر بغدادی و سید علی خامنه ای هر یک مدعی تسلط بر جهان اسلام هستند و منطقه را به آتش و خون کشیدند. به راستی چه تفاوتی بین دولت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی وجود دارد؟ دوستان سلام، هرچی به مذاکرات هسته‌ای نزدیک‌تر میشیم سرگیجه ولی فقیه هم بدتر و بدتر میشه. یه علیگدا مونده و یه حوض درب داغون که جای آب سنگین دارن همین جوری توش زهر میریزن.
از یه طرف شریعت نداری چماق دلواپسی رو بلند کرده و هی میکوبه تو عمامه شیخ پری. تبدیل مذاکرات هفت جانبه به مذاکرات دو جانبه به آمریکا با حضور تشریفاتی و پوششی اشتون خطای استراتژیکی بود که موجب طلبکارتر شدن آمریکا به عنوان کدخدای به رسمیت شناخته گردید. در این حال همچنین هیچ خبری از لغو تحریم ها نیست. البته پذیرش نیمی از سانتریفوژ های ایران نیز برای چند ماه است و در نوبت بعد تعلیق همین سانتریفوژ ها مطالبه خواهد شد. آمریکایی ها مایلند آرزوی تعلیق تدریجی و پلکانی فعالیت های هسته‌ای ایران و درآوردن آن به شکل کاریکاتور برنامه اتمی را ادامه دهند. به نظرم بهتره این کیهان ولایت اسمشو بذاره گریان ولایت، چون این روزا شب و روز شده همین آبگور گیریا. جالب اینجاست که این همه بدبختی و بزبیاری رو میگه اما جیگر نمی کنه حرفی از پایین کشیدن کرکره مذاکرات به میون بیاره. اینو کیهان نمیگه اما به جاش یه مشنگ عمامدار دیگه به نام حمید روحانی بند و آب میده. مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات حرفشان را گفتند. ایشان تأکید کردند که مذاکرات بی نتیجه است و انسان عاقل هم طبیعتاً نباید کار بیهوده را انجام دهد. ایشان یک رسالت دارند و ما هم یک وظیفه، اینکه در برابر کجروی ها برخورد کنیم. ما نفهمیدیم این مقام معظم ولایته یا دوغ گاز در رفته آولی. راستی این ولی فقیهتون چه مرضی داره که خودش نمیتونه جلوی کجروی ها رو بگیره؟ نکنه شاسی خودش کج شده که نمیتونه با کجروی ها برخورد کنه؟ ها حالا این شما و یکی از برخورد کنندگان با کجروی ها، خرچنگ کجدم نظام احمد خاتمی. دو طرز فکر هست. یک طرز فکر این است که میگوید میخواهیم زندگی کنیم به هر قیمتی. به هر قیمتی یعنی چی؟ یعنی ولو به قیمت ذلت، ولو به قیمت تحقیر. میگه بذارید زندگی، اینقدر گیر به این و اون ندید. یه روز میگید مرگ بر آمریکا، یه روز میگید مرگ بر اسرائیل، یه روز میگید مرگ بر این. بابا بذارید زندگی کنید، یه چند روزی یه زندگی راحت داشته باشیم. این عرض میکنم، من اصلا کاری به افراد و جریانها ندارم، دارم طرز فکر رو میگم. بگو طرز فکر رو بگو، منم الان برات یکی از این طرز فکرها رو میگم. اسمش موسویانه، از اون نرمتنان شالاتان نظامه. ببین چه طرز فکر زهرمالی واسد رو کرده. دولت ایران به یک سیاست موازی دوگانه نیاز دارد، بهبود روابط با کشورهای عربی همسایه و در این حال و به موازات حل و فصل مسئله هسته‌ای با آمریکا و همکاری در مورد ثبات و امنیت خاورمیانه. منظورش اینه که آقا جون باید زهر رو تا ته بریم بالا، واسه کت خدا هم بزنیم بالا، وگرنه عمامه ولایت پس معرکه است. اما این نسخه موسویان دردی از ولی فقیه دوا نمی کنه. سیاست موازی اونقدرم که این فکر میکنه موازی نیست. این دوتا خط تو یه نقطه هم دیگر رو قطع میکنن. اسم اون نقطه، نقطه سرنگونیه. Come on.